درود دوستان، با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. امروز توی این ویدیو میخوایم در رابطه با این مسئله صحبت کنیم که تو چه مدت میتونیم ارگو به صورت کامل یاد بگیریم. پس این ویدیو رو از دست ندین و تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. مهدی جوزی هستم و شما بیننده یکی از ویدیوهای کانال آموزش ارگو آنلاین در یوتیوب هستین. اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین، فقط کافیه دکمه مشترک شدن یا سابسکرایب رو زیر همین ویدیو بزنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندین و لطفاً همین الان این ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت انگلیسی هم بذارید که سابسکرایبتون نپره و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. خب دوستان، من اول بگم که توی این ویدیو بیشتر میخوام براتون توضیح بدم و تا آخر ویدیو همین یه عکس رو داریم، زیاد جنبه دیداری نداره. ببینید دوستان، شما هر سازی رو بخواید شروع کنید، مهم نیست چه سازی باشه، مثلا پیانو، گیتار، ویالون، سنتور، هر سازی بخواید شروع کنید، هیچ استادی تو کل دنیا نمیتونه به شما همون اول کار که میرید برای ثبت نام، هیچ استادی به شما نمیتونه بگه که آقا مثلا شما توی 6 ماه یاد میگیرید، شما توی 1 سال یاد میگیرید. تبلیغات بعضی از این دوستان هم دیدین که آموزش گیتار توی 10 جلسه، آموزش ویالون توی 15 جلسه، مثلا آموزش ارگ توی 12 جلسه. پیشنهادی که من براتون دارم اینه که به این دوستان اعتماد نکنید و الکی پولتون رو هدر نکنید. هیچ استادی همون اول کار به شما نمیتونه بگه که توی مثلا 10 جلسه، 20 جلسه یا 30 جلسه میتونید یاد بگیرید، مگر اینکه 2 ماه 3 ماه باهاتون کار کنه، ببینه که مثلا شما توی یه جلسه میتونید چه مباحثی یاد بگیرید، اون موقع بهتون میتونه بگه که شما توی 6 ماه 7 ماه یا 1 سال میتونید نوازندگی این سازو تقریبا یاد بگیرید. و ما توی موسیقی چیزی به نام کامل نداریم، یعنی نوازندگی این سازو به صورت کامل یاد بگیریم. موسیقی یه جاده بی انتهاییه، یعنی شما هر چقدر برید جلو باز هست، یعنی اینجوری نیستش که شما نوازندگی مثلا پیانو رو تموم کنید، هیچ وقت تموم نمی کنید، هیچ وقت کامل نمیشه، هر چقدر برید جلو باز هست موسیقی. موسیقی یه دنیای بی انتهایی هست. ولی اینکه شما توی چه مدتی بتونید یاد بگیرید، این بستگی به یه سری معیارها داره. مثلا شما روزی چند ساعت تمرین میکنید؟ خب بعضی هستن به علت مشغله کاری روزی 1 ساعت تمرین میکنن، بعضی هستن که هر 2 روز 1 ساعت تمرین میکنن، بعضی هستن هر هفته 1 ساعت تمرین میکنن. خب اینا مشخصه که نتیجه خیلی خوبی نمیگیرن، ولی خب بعضی هستن که روزی 5 ساعت 6 ساعت تمرین میکنن. و یه نوازنده واقعی، اینو هم بگم، یه نوازنده واقعی باید روزی 10 ساعت تمرین داشته باشه، بین 10 تا 12 ساعت باید تمرین داشته باشه. حالا اوایل این حد تمرین، یعنی در این حد تمرین اوایل کار میتونه یکم زدتون کنه از ساز زدن، بهتره که در این حد تمرین نشه وقتی که شروع کردین، ولی یه نوازنده باید روزی 10 تا 12 ساعت تمرین داشته باشه. پس اولین نکته تمرین شماست. دومین نکته استعداد و علاقه شماست که ببینید چقدر استعداد دارید و چقدر علاقه دارید، چقدر پشتکار دارید. به اینا هم بستگی داره، ولی مهمترینش تمرین شماست که روزی چند ساعت تمرین میکنید، چقدر وقت میذارید، چقدر انگیزه دارید. این خیلی مهمه. تمرین واقعا برای نوازنده مهمه. یه ویدیوی اینجوری در رابطه با تمرینم براتون به زودی آماده میکنم و همینجا آپلود میکنم. پس دو تا نکته مهم، تمرین، استعداد و علاقه شما است. معمولا تجربه‌ای که خود من داشتم، یعنی با چندین هنرجویی که داشتم، معمولا هنرجویی که با من کار کردن توی یه ماه 2-3 تا آهنگ زدن، توی 6 ماه 40-50 تا آهنگ زدن، توی 1 تا 1 سال خورده‌ای، معمولا 1 سال خورده‌ای، مثلا 1 سال و 5 ماه، 1 سال و 6 ماه، توی 1 سال و 5 ماه، 1 سال و 6 ماه دیگه خودشون بدون نیاز به من، یعنی بدون اینکه نیاز داشته باشن به من، خودشون آهنگو با شنیدن در میارن و
میزنن، آکورداشو در میارن، نوتاشو در میارن و روی ساز اجرا میکنن. این حالت معمول هست، ولی من هنرجوی خودم داشتم که توی 6 ماه بدون نیاز به من خودش همینجوری آهنگو شنید و به همراه آکورداش روی ساز در آورد و اجرا کرد. ولی هنرجویی هم بوده که 2 تا 3 سال اومد و نتیجه نگرفت، اصلا دیگه زده شد و رفت. اینا هم هست، ولی معمولش بین یک تا یک سال خورده، بین 1 تا 2 سال بگیم بهتر، هنرجوهای من اینجوری نتیجه گرفتن. ولی باز میگم بستگی داره که شما چقدر تمرین داشته باشین. این هنرجویی که من داشتم گفتم توی 6 ماه نتیجه گرفت، این روزی خب 5 تا 8 ساعت تمرین میکرد و استعداد و علاقه خوبی هم داشت. پس به این مسائل بستگی داره، به تمرینتون، به استعدادتون، به علاقتون بستگی داره. و باز پیشنهادی که براتون دارم، هر سازی رو خواستین شروع کنید، نه تنها فقط ارک، پیش این کسایی که میگن آقا مثلا ما آموزش گیتار میدیم بهتون توی 8 جلسه، توی 10 جلسه، به اینا اصلا اعتماد نکنید. اینا همش تله پوله، هیچکی نمیتونه اول کار بگه که من توی مثلا 5 جلسه به شما یاد میدم. امیدوارم که تا الان ویدیو رو لایک کرده باشین. اگر شما هم نظری دارید یا تجربه‌ای دارید توی کامنت ها بنویسید که ما و دوستان دیگه هم از تجربیاتتون استفاده کنیم. مرسی، تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.